هاي گایز، چطورها هستین؟ امیدوارم عالی باشین. به جلسه هفتم از پری آیلز وان خوش اومدین از چنل آیلز فارسی. همین ابتدا میخواییم در مورد تک کوئسشن ها صحبت کنیم. ببینین، تک کوئسشن ها در آیلز جایی نداره، یعنی تو اسپیکینگ و این داستان ها نمیتونین ازش استفاده کنیم، اما گفتم خوب اینجا در موردش صحبت کنیم. اگر که میخواین سپوکن توی محاوره ازش استفاده کنین، حالا وقتی دارین حرف میزنین بدونین که چجوری باید استفاده کنین. مثال اول رو ببینین. I thought to you simple past tense. من به شما گذشته ساده رو درس دادم. ندادم، این ندادم میشه tag question. داریم یک tag question رو میپرسی. حالا واسه این tag question چی کار میکنیم؟ اول از همه باید ببینیم فعل اصلی هست یا فعل to be. اگر فعل اصلی هست که میدونیم به فعل کمکی نیاز داریم، اگر فعل to be هست از همون to be میتونیم استفاده کنیم. زمانش رو و حالا to be یا کمکی بودنش رو شناسایی میکنیم. مثلا I thought گذشته هست، به did احتیاج داریم. حالا هر چیزی که ماهیتی که جمله داره، مثلا اگر مثبته اون فعل کمکی رو یا اون to be رو منفی میکنیم، اگر منفیه مثبتش میکنیم و با فاعل میاریمش. مثلا I thought you simple past tense. Didn't I؟ زمانش که با فعل کمکی اومده که دیده، چیزش هم میکنیم، منفیش هم میکنیم، چون جمله اصلیمون مثبته با فاعل. مثال بعدی، You live in مشهد. Don't you؟ چرا don't you آوردیم؟ به خاطر اینکه live فعل اصلیه، فعل کمکی میخواد که do میشه. حالا اگر که بخوایم این رو tag question بپرسیم، گفتیم باید هر چیزی هست برعکسش رو بیاریم. اینجا مثبته، tag question منفی میشه. بعدی میگه You aren't single. Are you؟ اینجا چرا گفتیم are you نگفتیم aren't you؟ اول که ببینیم to be، ما دیگه فعل کمکی نیاز نداشتیم، خود از خود to be استفاده میکنیم. حالا چون که خود جمله منفی بود، tag question‌مون مثبت شد. خب فکر میکنم تا همینجا مثال هایی که گفتم کافی باشه. خودتون اگر دوست داشتین ویدیو رو پاس کنین، بقیه مثال ها رو ببینین. نمیخوام تایم ویدیو زیاد بشه، وقتتون گرفته بشه. خب مطلب بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم، ببینین دوستان، توی مبحث آیلز، سپیکینگ آیلز، تقریبا اکثر سوالات حول و حوش اینه که چی دوست داری چی دوست نداری. این علاقه مندی شما رو تو نمیتونی 10 بار بگی I like توی آیلز. باید جملات و استرکچرهای متفاوتی داشته باشی که بتونی به جای I like، I really like این، I really like اون، I really like فلان استفاده کنی. در مورد like، love، hate، enjoy که بعدشون جرن میاد که توی ویدیوی قبل صحبت کردیم، با اون کاری نداریم. حالا میخواییم ببینیم چه چیزایی میتونیم استفاده کنیم به جای like. مثلا میگم I love listening to pop music. love رو که گفتیم بعدش جرن میاد. یا میتونم بگم I'm crazy about pop music. من شیفته سبک پاپم. بس میتونم به جای like یا love بگم to be crazy about. she is crazy about یه چیزی. we are crazy about یه چیزی. enjoy هم که گفتیم I enjoy، بعدش دورن میاد listening to pop music. یا میتونیم از to be interested in استفاده کنیم. I'm interested in listening to pop music. ببین بعد از حرف اضافه ها، preposition ها، ما حتما به یک اسم نیاز داریم. توی ویدیو قبلی توضیح دادم که وقتی میخواییم یه فعل رو استفاده کنیم که نقشش اسمه، باید جرندش کنیم. پس نمیتونم بگم I'm interested in listen to pop music، چون که به یک اسم نیاز دارم. She is interested in حالا هر چیزی. He is interested in watching football. یا حتی میتونیم
to be fan of حالا یه چیزی استفاده کنی، یعنی من فن یه چیزیم، طرفدار یه چیزیم، طرفدار یه کسیم. I'm a big fan of گوگوش مثلا. I'm a big fan of pop music. من یه طرفدار پروپا قرص سبک پاپم. یا میتونیم فاند هم بگیم. I'm really fond of یعنی من علاقمند یه چیزیم. خیلی ساده میتونیم از my favorite هم استفاده کنیم. مثلا my favorite type of music is pop. خیلی ساده. To be into هم به همین هم معنیه. مثلا I'm into blue. I'm really into pop music. She is really into watching TV. اوکی، به همین راحتی. حالا دیگه از این به بعد اگر خواستین در مورد علاقه مندی هاتون صحبت کنین، همش نگین I like, I like. حالا اگر که بخوایم بگیم یه چیزی رو دوست نداریم، برعکسش رو بخوایم بگیم، دقیقا همه اینها رو میتونیم استفاده کنیم، منفیشون کنیم. مثلا اونجا گفتیم I really love it، اینجا خب میگم hate it. اینجا مثلا میخوام بگم علاقه من نیستم به گوش دادن به پاپ میوزیک. I'm not interested in، منفیش میکنیم. I'm not into listening. Go for هم خیلی قشنگه. Go for یعنی علاقه داشتن. I go for pop music. I don't go for pop music. اینجا هم نکتهشو گذاشتم که بعد پریپوزیشن ها حتما join میخوایم. به خاطر اینه که مثلا میگم I'm interested in listening to. Okay? I'm into listening to. نمیتونم بگم I'm into listen to. حتما join میخوایم. یه جاهایی وقتی از شما اگزمینر میپرسه که حالا اینو دوست داری، چی رو دوست داری، گفتیم بیشتر سوالات در مورد دوست داشتنش، علاقه مندی های شما هست. شما میخوایی نیوترال صحبت کنی، یعنی برات فرقی نمی کنی، میتونی از اینا استفاده کنی. It makes no difference to me، برام فرقی نداره. It's all the same to me، مثل همه مشابهه. I don't که اهمیت نمیدم. ببینین با هر نکته‌ای که میگیم میتونین شما جملاتتون رو گسترده تر کنین، بزرگترش کنین. مثلا میگه What is your favorite type of food؟ تو میگی It makes no difference to me، برام فرقی نداره. But it depends on my situation. Depends on رو یادتونه توضیح دادیم توی جلسات قبل، بستگی به شرایطم داره. Whenever I'm with my friends، وقتی با دوستامم، I go for fast food، یعنی فست فود رو دوست دارم وقتی با دوستامم. ببینید به همین ترتیب میتونین جملاتتون رو گسترده تر کنین. پس از این به بعد اگر که میخواین صحبت کنین، سعی کنین از این چیزایی که داریم یاد میگیریم استفاده کنین. ببینین وقتی که ما داریم یه چیزی رو یاد میگیریم، من کاری با زبان انگلیسی ندارم، برای همه چیزها ما فقط میخونیمش، یادش نمیگیریم. یعنی مثلا فکر میکنیم اگر که من این ویدیو رو دیدم، من میتونم به جای لایک دیگه از این به بعد این چند تا داستان و استرکچر رو استفاده کنم. نه، این فقط خوندنه، یاد گرفتن نیست. یاد گرفتن اینه که تو دیگه به این که به جای لایک چی بگم فکر نکنی، بای دیفالت ازش استفاده کنی. پس سعی کنید خیلی روی این نکات ریز کار کنید، سعی کنید خیلی ازشون استفاده کنید که دیگه بهشون فکر نکنید، همجوری خودش بیاد. وقتی دارین صحبت میکنین میتونین از یک سری فلر وردز هم استفاده کنید. مثل چی؟ مثل in fact, actually, honestly, well, generally, you know. مثلا میگه What is your favorite color؟ خب بعد شما میگی Well, I love all colors but honestly I'm more interested in bright colors. یعنی از اینا میتونی استفاده کنی که فکر کنی، فکر کنی ببینم چی میخوام بگم. مخصوصا مثلا میتونی you know رو بگی، مثلا بگی you know it makes no difference to me. ببینی اینجوری وقت میخری که فکر کنی که چی بگم. حالا ببینین گفتیم داریم در مورد علاقمندی هامون مثلا صحبت میکنیم. خب مثلا من میگم به اگزمینر، میگم من فسنجون دوست دارم. خب اون اگزمینر چه میدونه فسنجون چیه؟ شاید فسنجون یه نوع ماشینه. خب و تو داری اشتباه جواب میدی.
وقتی ازت پرسید غذای مورد علاقه چیه، تو بگیم یه ماشین رو دوست دارم، متوجه میشه که اشتباه داری جواب میدی دیگه. پس تو باید بیای توضیح بدی که اون کلمه ای که استفاده کردی چیه، اون کلمه رو باید توصیف کنی. خب اینجا میتونیم از relative words ها استفاده کنیم، همینطور که توی تصویر میبینیم. به یک noun که میرسی سعی کن در حد یک phrase تعریفش کنی، نمیخواد توضیح زیادی بگی. مثلا میگه I love اشکنه. خب حالا اشکنه چیه؟ من نمیدونم اشکنه چیه. I love اشکنه which is a traditional Iranian food which is made by egg, tomato, onion and water. توضیح اضافه نمیخوام، خیلی نمیخوام تو از بحث دور بشی، من میخوام در مورد غذای مورد علاقه تو صحبت بشه. خیلی نمیخواد توضیح بدی حالا بیا این نوع تخم مرغ اینجوری کن فلان کن، اون براش مهم نیست چه جوری درست میشه، براش مهمه که تو چی دوست داری. پس بلافاصله بعد از اون نونی که دارین که میخواییم توصیفش کنین، relative word مناسبش رو استفاده میکنیم. مثلا اشکنه که غذای which براش استفاده میشه. مثلا میگه که تو چه holiday دوست داری؟ میگه my favorite holiday is نوروز. خب نوروز چیه؟ من نمیدونم نوروز چیه. تو میگی is نوروز which is the beginning of new year in ایران. این ایران specifically توضیح میدی که چیه. حالا ببینین به جای همه اینها relative words ها میتونیم that هم استفاده کنیم، ولی چه بهتر که اون relative مناسبش رو استفاده کنیم. مثال بعدی many Iranians travel to Kish. Kish کجاست؟ من نمیدونم. To Kish which is a beautiful island in south of my country. یا مثلا I studied at Behesht University of Tehran. دقت کنین یونیورسیتی and بهشت ندین، A داره، A university and university نداریم. I studied at Behesht University of Tehran که which is one of the best universities in my country. یه چیزی که، یه کسی که، یه جایی که، این که میخواد توضیح بده میشه relative word. اوکی؟ مثلا میگم the man who teaches English is Abbas. خب اینجا چرا which نیاوردم؟ به خاطر اینکه این آدمه، آدم براش who میاد دیگه، which نمیاد. the man who teaches English کلش همش با هم یه دونه فاعل رو تشکیل میده. حالا توی اینها رو، این بحثای گرامریشو توی پریایلس های دو و گرامر های کامپلکس بیشتر توضیح میدم. اینجا قراره فقط باش آشنا بشیم دیگه، برامون مهم نیست این کلش میشه فاعل فلان بهمان، فقط اینجا قراره یاد بگیریم بتونیم ازش استفاده کنیم. بعدن حالا قواعد خیلی خفنش هم یاد میگیریم که چرا اینجوری میشه، چجوری استفادهش کنیم. الان فقط بدونین که the man who teaches English کلش همش با هم فاعله. چرا؟ چون the man که خب میخواییم بگیم اون مرده، حالا who teaches English تو داری توصیف میکنی اون مردو. یا مثلا بعدی ببینین the man whose car was stolen is my brother. مردی که ماشینش دزدیده شد، تا اینجا فاعله، مردی که ماشینش دزدیده شد is my brother. ببینید هوز رو چجوری استفاده میکنه، یه کسی یه چیزی مالشه. ده من هوز کار، مردی که ماشینش. مثال بعدی هتلی که من توش موندم اقامت داشتم خیلی لاکچری بود. The hotel that or where. چرا؟ چون یک مکانه، یک جای. نمیتونم بگم هوز، نمیتونم بگم هو ویچ. The hotel where I stayed in was really luxury. The hotel where I stayed in کلش همش با هم فاعله. یا مثلا مثال بعدی رو ببینین. The book which I'm reading these days، تا اینجا فاعله، is called Inside Reading. این هم از این، هم از درس امروزمون. فقط امروز یه چند تا نکته رو در مورد
خوندن چجوری بخونیم، چی بخونیم، میخوام بهتون بگم. اول اینکه براتون گفتم سعی کنین یاد بگیرین، فقط نخونین. سعی کنین تا اینجای جزوه هر چیزی که توضیح دادیم و یه چند تا مثال در مورد زندگی خودتون بزنین. قرار شد که کتاب ورد سکیل رو هم کار کنین. سعی کنین هرچه سریعتر به سطح متوسطش برسین، درساش رو بخونین. خیلی کتاب خوبیه. مثلا خوبه یه روزی یه درسش رو بخونین، حتی اگه بیشتر هم بتونین خب چه بهتر، تا به سطح ادوانسش برسین. میتونین برای لیسنینگ هم از تکتیکس فور لیسنینگ استفاده کنین یا از فایل های صوتی بریتیش کانسل. اینا یکیش رو استفاده کنین، اوکیه. به همین روشی که لیسنینگ ها رو تا الان با هم دیگه کار میکردیم سعی کنین حتما به صورت مستمر کار کنین. به جز اینا که تا الان گفته بودم توی همه ویدیوها، از این به بعد سعی کنین کتاب اینساید ریدینگ رو بخونین. از سطح اینترو، یعنی همون اولینش سعی کنین بخونین، چون خیلی کلمات خیلی خوب کاربردی اکادمیک رو بهتون یاد میده. بعد این کتاب میتونه به شما 4 مهارت رو یاد بده، به خاطر اینکه ریدینگ رو خب دیگه اینساید ریدینگه، ریدینگتون که خوب میشه، لغت هم خوب دارین یاد میگیرین، چون که دارین با گرامرهای مختلف سر و کار دارین و با طرز نوشتن اکادمیک سر و کار دارین، رایتینگتون هم خوب میشه. این کتاب فایل صوتی داره. قبل از خوندن هر درسی شما میتونین به اون فایل صوتی گوش بدین. پس لیسینینگتون هم میتونه خوب کنه اگر که بتونین ترانسکریپت کنین یا بتونین شادوینگ کنین، که خیلی خیلی خوبه. و همچنین میتونین از این کتاب برای سپیکینگ استفاده کنین. چجوری میتونیم سپیکینگ رو از این سایت یاد بگیریم؟ ببینین، اصلش اینه که حالا شما یک پاراگراف رو میخونین، بعد اجازه ندارین ترجمه کنین، باید سعی کنین بفهمین. یه سری کلمات که براتون ناشناست و اولین کاری که میکنین یه پاراگراف رو میخونین تا آخر، تا ببینین چی متوجه میشین. بعد برمیگردین همون اول برمیگردین، اگر کلمه‌ای براتون ناآشنا بوده معنیش رو در میارین. به خاطر چی این کارو میکنین؟ به خاطر اینکه اگر یه کلمه‌ای رو بلد نیستین پنیک نشین که وای دیگه الان نمیفهمم چیه. سعی کنین کلیاتش رو یاد بگیرین. توی ریدینگ آیلتس هم همینه، ما تمام لغت‌ها رو که بلد نیستیم، یه سری لغت‌ها تخصصی هم باید سکیپشون کنیم، سعی کنیم متن کلی رو بفهمیم. خب چه بهتر که از همین الان از اینساید ریدینگ رو یاد بگیریم. پس این چی شد؟ یه بار اون پاراگراف رو میخونیم تا آخر، یک مفهوم کلی ازش یاد میگیریم، بعد بر میگردیم کلماتی که دوباره میخونیم، کلماتی که نمیدونین چیه از دیکشنری در میاریم که ببینیم معنیش چیه، چون که قراره با این کلمات اکادمیک آشنا بشیم. حالا میگن که شما باید اون پاراگرافی که خوندین رو یه خلاصه ازش بگین. خب من میدونم که ممکنه شما یک سختی داشته باشین با سپیکینگ، نتونین یک پاراگراف رو توضیح بدین، هیچ اشکالی نداره. بیاین جمله به جمله بخونین، اون جمله رو بگین که چی گفت. اوکی، فقط سعی کنین وقتی میخونین با صدای بلند بخونین. وقتی دارین سپیکینگ میکنین با صدای بلند سپیکینگ کنین. خب بیاین ساختار اون جمله رو عوض کنین، یعنی دقیقا حالا اون جمله‌ای که اون گفته رو نگین، یکم عوضش کنین. مثلا اگه پسیف گفته شما بیا اکتیوش کن، یه تغییری توش بده، یا مثلا سینونیم براش استفاده کن. به مرور زمان مثلا این کتاب 10 تا درس داره، هر درس 2 تا ریدینگ داره. خب به درس پنجم که میرسیم دیگه کم کم راه افتادیم، حالا از یه جمله بکنش 2 جمله. هر موقع خود تواناییت رو میبینی، یه نفر میبینی از همون درس اول میتونه یه پاراگراف کلا بگه، بستگی به توانایی تو داره. خب یه جمله رو بکن 2 جمله 3 جمله و بعد بیارش با پاراگراف بندیش کن. پاراگرافو که خوندی بیا توضیح بده چی گفت. بعد میتونی کم کم چند پاراگرافش کنی و بعد در مرحله آخر بیا یه درس رو کلا اینجوری بگی.
که حالا من پیشنهادی که به شما دارم اینه که اگر که میخواین خیلی از این روش نتیجه بگیرین، یک معلم خوب داشته باشین. قرار نیست معلم شما معلم آیلتس باشه که خیلی بخواین هزینه کنین. قرار نیست معلم شما خیلی خفن باشه. یه معلم ساده هم خوبه که فقط بشینه به شما گوش بده که اگر یه اشتباهی دارین، تلفظ اشتباه دارین، استراکچر جمله بندیتون رو مثلا وقتی دارین جمله رو عوض میکنین ممکنه اشتباه داشته باشین، دارین به ایشون میگین، اون بتونه شما رو کورکت کنه. همین این روش، روش خیلی خوبیه که بتونین سپیکینگتون رو قوی کنین، بتونین صحبت کنین. اینم از این جلسه هفتم پری آیلتس 1. از جلسه بعدی یه مقداری این گرامر های ذره سختتر میشه، سختتر نه پیچیده تر میشه، چون همشون که راحتن، فقط ما باهاشون آشنا نیستیم، قراره یادشون بگیریم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر چنین بوده ممنون میشم اگر چنل آیلتس فارسی رو حمایت کنین. عالی باشین.